لطفا این تلفن هاتون رو رو ویبریشن بذارید یا خاموششون کنید. خیلی خوش آمدید. میخواستم خانم دکتر ساناز الستی رو معرفی کنم خدمتون. خانم دکتر ساناز الستی در 21 آبان ماه 1358 در تهران به دنیا آمدن. پدر وی حسین الستی مهندس ارشد طراحی باند فرودگاه بود و مادرش ملیه بهرامی‌زاده هنرمند نقاش است. در ماه‌های نخست زندگی به همراه خانواده به امریکا مهاجرت کرد. در 4 سالگی دوباره به تهران بازگشتند. ساناز در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی با کسب رتبه نخست موفق به دریافت مدرک لیسانس شد. مقطع فوق لیسانس در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در رشته حقوق جزا و جرم شناسی را نیز با کسب رتبه نخست به پایان رساند. نخستین کتاب وی در سال 1382 مطابق 2003 در تهران با عنوان حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری منتشر شد. این کتاب در حال حاضر به عنوان یکی از کتاب‌های پایه در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تدریس می شود و از منابع معتبر مورد استفاده دانشجویان می باشد. پس از موفقیت در چاپ نخستین کتاب، ساناز به سان فرانسیسکو رفت و با کسب بورسیه کامل از دانشگاه گلدن گیت دکترای حقوق دریافت کرد. در همین زمان 6 کتاب دیگر از وی به چاپ رسید. از این بین کتاب مجازات های غیر انسانی و ظالمانه نوشته دکتر ساناز الستی در دانشگاه دولتی تکساس به عنوان منبع درسی مورد استفاده قرار می گیرد. در این دوره ساناز به عنوان حقوقدان در چندین پروژه با وزارت دادگستری ایالات متحده امریکا همکاری داشت. همکاری وی با مرکز معتبر حقوقی ICLU در کالیفرنیا هم از فعالیت‌های حرفه‌ای وی در این دوران می باشد. دکتر الستی نخستین تجربه تدریس را با دیپارتمان جرمشناسی و حقوق در دانشگاه هیلد سان فرانسیسکو آغاز کرد. در سال 1389 مطابق 2010 برای دوره فوق دکترای حقوق به دانشگاه هاروارد رفت و پس از پایان موفقیت‌آمیز این دوره حرفه مورد علاقه‌اش یعنی تدریس در دانشکده حقوق را دنبال کرد. از شهریور ماه 1390 سپتامبر 2011 دکتر ساناز الستی به عنوان استاد حقوق و جرم شناسی در دانشگاه دولتی تکساس به تدریس مشغول است که در همین مدت کوتاه با کسب عناوین و جوایز متعدد علاوه بر عنوان جوانترین استاد حقوق موفق‌ترین استاد این دانشگاه نیز نام گرفت. وی سخنران ثابت بسیاری از کنفرانس‌های حقوقی در امریکا، اروپا و ایران بوده است. از جمله مهمترین آنها ایراد سخنرانی در کنفرانس بین‌المللی حقوقی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو می باشد که آذر ماه 1392 مطابق نوامبر 2012 در ایتالیا برگزار شد. در حال حاضر دکتر الستی با مرکز حقوقی کتابخانه کنگره ایالات متحده امریکا همکاری دارد. ساناز عاشق پدر مادرش است و تمام موفقیت‌هایش را ثمره تلاش آنها می‌داند. متشکرم. خیلی ممنون. با سلام و درود صدا بله با سلام و درود میخواستم اول تشکر بکنم از کانون که لطف کردم منو دعوت کردم و این فرصت رو به من دادن که صحبت بکنم. بحث امروز موضوعی که برای صحبت کردن انتخاب شده کیفر اعدام، مجازات مرگ هست و تناقض این مجازات، این کیفر با مقررات حقوق بشر.
خب ما در آمریکا زندگی می‌کنیم و ایران اهل ایران هستیم، کشوری که کشور عزیزمونه و دوستش داریم، و در هر دوی این کشورها متاسفانه هنوز مجازات اعدام، کیفر مرگ وجود داره و مورد استفاده قرار میگیره. به خاطر همین من فکر میکنم که لازم هستش که ما بحث بکنیم در این مورد و ببینیم که چرا این مجازات هنوز در برخی کشورها وجود داره. شاید در وهله اول صحبت کردن در مورد اعدام، کیفر مرگ خیلی خوشایند به نظر نیاد. شاید در وهله اول خیلی خوشایند به نظر نیاد که ما در مورد کیفر مرگ صحبت کنیم، مجازات اعدام، ولی چاره‌ای نیست برای اصلاح نظام‌های عدالت کیفری، criminal justice systems. اگر ما دنبال ریفورم هستیم، می‌خوایم که نظام کیفری مناسب و خوبی در کشورمون داشته باشیم، به نظر من بهتر هست که ما از مجازات اعدام شروع کنیم و از اینکه چرا باید این مجازات لغو بشه و چرا ما نباید این کیفر رو در قوانینمون داشته باشیم. من فقط از نظر وقت قبل از اینکه وارد بحث بشم می‌خواستم هماهنگ کنم من چقدر میتونم. ما معمولا 7:30 تا 8:30 داشتیم بحث. متاسفانه ما دیر شروع کردیم، شما تا یه رو به 9 لطف کنید صحبت کنید. بله من سعی میکنم کوتاه، هرچه کوتاه‌تر باشه. ولی بسیار خوب، در مورد اعدام، مجازات اعدام وقتی در موردش فکر میکنیم شدیدترین مجازاتی هستش که وجود داره. راه بازگشتی نداره. اگر ما افرادی رو که بیگناه هستن محکوم به اعدام بکنیم، هیچ راه بازگشتی وجود نداره و مشکلات و مسائل بسیاری رو این مجازات ایجاد کرده. به عنوان مثال تبعیض نژادی که ما میبینیم وجود داره در وقتی پرونده های افرادی رو که محکوم شدن به اعدام مطالعه میکنیم، میبینیم که تبعیض نژادی وجود داره و این تبعیض نژادی فقط محدود به آمریکا و در مورد African Americans، Hispanics نیست. ما حتی وقتی میان بررسی میکنیم کشورهای خاورمیانه رو در به عنوان مثال در عربستان سعودی میبینیم که اقلیت ها رو احتمال اینکه افرادی که اقلیت هستن حکم اعدام بگیرن بالا هست. در کشور خودمون مهاجرین افغانی احتمال اینکه حکم اعدام بگیرن زیاد هست. و مسئله مهمی که در مورد اعدام هست کارآمدی این مجازات هستش که ما میخواییم امروز بررسی کنیم و ببینیم آیا این مجازات کارآمد هست. هدف ما از این که یک کیفری رو اعمال میکنیم برای مجرمین، برای بزهکاران چی هست؟ قبل از اینکه این مسائل رو بررسی بکنم دوست دارم یک مقدمه براتون بگم. البته متاسفانه تکنولوژی یاری نکرد، من براتون اسلاید تهیه کرده بودم که یه سری آمار و شکلایی رو نشون بدم، نمیشه اونا رو نشون داد، ولی سعی میکنم حتی الامکان توضیح بدم. وقتی ما بررسی میکنیم کشورهای مختلف و در دنیا، در حال حاضر 2/3 کشورهای دنیا مجازات اعدام رو لغو کردن. ما 58 کشور داریم که مجازات اعدام رو در قوانین خودشون هنوز دارن و از میان این 58 کشور 28 کشور کشورهای اسلامی هستن. بحث کردم وقتی در مورد اعدام بحث میکنیم، خب مجازات اعدام یک کیفریه که از
زمانهای دور در قوانین کیفری وجود داشته از دوران باستان، ولی اینکه ما بیایم در با دیدگاه بین المللی به این مجازات نگاه بکنیم، یک موضوعی هستش که جدیداً مطرح شده و جدیداً ما میتونیم از این دیدگاه استفاده کنیم که شاید به لغو مجازات اعدام بیانجامه. به خاطر همین من دوست دارم به طور خلاصه یک سری اسناد بین المللی که وجود داره در این زمینه یک خلاصه ایش رو برای شما دوستان بگم. یک وقت ما کنوانسیون و معاهدات بین المللی رو بررسی میکنیم، یک سری معاهدات و اسنادی وجود داره که در خصوص ممنوعیت مجازات های غیر انسانی و ظالمانه صحبت میکنن. Universal Declaration of Human Rights یا اعلامیه جهانی حقوق بشر هستش که ماده سوم این اعلامیه در مورد حق حیات هست و همچنین در ماده پنجم بحث میکنه در مورد ممنوعیت مجازات های غیر انسانی و ظالمانه. و مسئله که هست، خب این اعلامیه جهانی حقوق بشر جنبه ارشادی داره، ولی ما میبینیم که ممنوعیت مجازات های غیر انسانی در اسنادی که جنبه الزام آور هم دارن از نظر بین المللی ذکر شده. به عنوان مثال ما میتونیم یاد بکنیم از کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی که باز به حق حیات اشاره کرده و همچنین ممنوعیت مجازات های غیر انسانی و ظالمانه. و برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر، این کنوانسیون جنبه الزام آور داره. یک سری، من نمیخوام وارد جزئیات این معاهدات بین المللی بشم، فقط خلاصه وار اسامیشون رو میگم برای شما دوستان، حتما خودتون اسم این معاهدات رو شنیدیم. به عنوان مثال Convention Against Torture معاهده‌ای هستش که باز برای ممنوعیت شکنجه و مجازات های غیر انسانی هست. معاهده آمریکایی حقوق بشر، معاهده اروپایی حقوق بشر، همه در همه اینها تکرار شده ممنوعیت مجازات های غیر انسانی و ظالمانه. و همچنین مسئله‌ای که حائز اهمیت هست، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل هست که در مورد اعدام و محدودیت اعدام وجود داره. اولین قطعنامه رو ما در سال 1984 داشتیم و طی سالیان متمادی قطعنامه هایی داشتیم و در نهایت مهمترین قطعنامه، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2007 بود. بر اساس این قطعنامه، کشورهایی که مجازات اعدام رو لغو نکردن میبایست که اعدام رو تعلیق کنن و هرچه زودتر این مجازات رو حذف کنن از قوانین کیفریشون. وقتی در سال 2007 این قطعنامه رو ما داشتیم، کشورهای مختلف اعضای سازمان ملل، 104 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادن و 54 کشور رأی منفی دادن به این قطعنامه. خب تعداد زیادی از کشورهایی که رأی منفی دادن کشورهای اسلامی بودن، خب این حتما
سوال برانگیز نیست که چرا کشورهای اسلامی موافق مجازات اعدام هستن، ولی مسئله که شاید سوال برانگیز باشه برای شما دوستانی است که آمریکا هم رأی مخالف داد به این قطعنامه. در آمریکا چرا هنوز ما در آمریکا، کشوری که یک کشور غربی، کشور صنعتی و پیشرفته، هنوز مجازات اعدام وجود داره؟ چرا؟ من دوست دارم از حاضرین بپرسم ببینم نظرشون چی هست، اگه دوست دارین مشارکت بکنین. به نظر شما چرا در آمریکا وقتی تمام کشورهای اروپایی به استثنای بلاروس مجازات اعدام رو لغو کردن، چرا در آمریکا ما هنوز این مجازات رو داریم؟ حضور اقتصادی ممکنه بیشتر توضیح بدیم برای اونا خرج داره، برای یه نفری که باید سال 30,000 دلار براش خرج کنن، نگرش دارن برای 30,000، 40,000، برای چی؟ یه درختی که خشکیده است، این درختی که هر کاری کردن نتونستن دو مرتبه یه دوبار برکنن، رو باید بزننه. شما اتفاقا من خیلی ممنون از نظرتون، به نکته خیلی حساسی اشاره کردین، مسئله اقتصادی و مسئله هزینه های مجازات اعدام در مقابل حبس ابد برای افرادی که مرتکب قتل عمدی شدن، first degree murder. افرادی که موافق این مجازات هستن خیلی به این مورد که شما اشاره کردین اشاره میکنن، ولی بررسی هایی که انجام شده، پژوهش هایی که انجام شده در این خصوص در مورد کشور آمریکا، من صحبت میکنم، در حال حاضر هزینه مجازات اعدام چندین برابر هزینه حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط هست. Life imprisonment without possibility of رواجیستیه، یعنی احساس این که باید به کسی که جنایتی کرده آقا میکروفون بهش بدن، بیرون کرد که این کار درست نیست، هیچ انسانی حق نداره انسان دیگری رو بکشه. بنابراین من فکر کنم یک دیگه. بله، مرسی، خیلی ممنون. یه لحظه اگه اجازه بدین ادامه صحبت ایشونو. شما به مسئله ریتریبیوشن یا سزادهی، انتقام جویی مجازات ها اشاره میکنین. خب بله، فردی کشته شده، از دنیا رفته و عزیزانش، اطرافیانش، اولیای دم به دنبال این هستن که یک نتیجه ای رو ببینن، عزیزشون رفته و اینها انتظار دارن از نظام عدالت کیفری که ببینن چه واکنشی، چه عکس العملی رو نشون میده. جنبه سزادهی یا ریتریبیوشن یکی از مواردی هستش که مهمترین توجیهی هست که وجود داره برای مجازات اعدام در حال حاضر در آمریکا، در ایران، کشورهای اسلامی، و این یک مقدار جنبه مذهبی داره. شما بایبل در عهد عتیق آشنایی دارین که اومده چشم برای چشم، دست برای دست. ولی ما چرا باید وقتی در مورد جنبه سزادهی مجازات ها صحبت می کنیم این چشم برای چشم، دست برای دست رو تفسیر واژه به واژه بکنیم؟ ما می تونیم ما برای واژه ها تفسیر بکنیم، هنوز بگیم بله وقتی بایبل، وقتی در عهد عتیق آمده دست برای دست، چشم برای چشم، درسته، ولی این به معنای این نیست که ما باید دست سارق رو قطع بکنیم، این به معنای این نیست که کسی رو که مرتکب قتل شده باید بکشیم، این به معنی اصل تناسب جرم و مجازات هاست، doctrine of proportionality. و ما اگه به این اعتقاد داشته باشیم
میتونیم با توجه به این از جایگزینی رو برای مجازات اعدام پیدا کنیم که اون حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط پارول هستش. من بیشتر در مورد این موارد صحبت میکنم، ولی قبل از اون میخوام در مورد آمریکا صحبت کنم. سوال اولی که مطرح کردم که چرا هنوز ما در آمریکا مجازات اعدام رو داریم. خب شما میدونید در ایالت‌های مختلف قوانین مختلف هست. در حال حاضر از 32 ایالت آمریکا مجازات اعدام وجود داره در قوانینشون. در بعضی ایالات کمتر اجرا میشه. در ویرجینیا، جایی که شما دوستان زندگی میکنین، یکی از ایالتی هستش که فعال هست در زمینه. من از تگزاس میام، تگزاس همیشه بالاترین میزان مجازات اعدام رو داره و در برخی ایالات شروع کردن به لغو کردن این مجازات. همین چند ماه اخیر مریلند، ایالت مریلند این مجازات رو لغو کرد و ما میبینیم که وقتی که میبینن که این مجازات ناکارآمده و امکان بازدارندگی جرم با اعمال این مجازات وجود نداره، هزینه های بسیاری داره، افراد بیگناه اعدام شدن، ما میبینیم که ایالت های مختلف کم کم در آمریکا این مجازات رو لغو میکنن. چند سال پیش ایالت ایلینویز این مجازات رو لغو کرد، برای یک مدت تعلیق کرده بود و علت اصلی این بود که ایالت ایلینویز یکی از ایالاتی بود که تعداد افراد بیگناهی که محکوم به اعدام شده بودن در اون ایالت بسیار بالا بود و بعدا این افراد تبرئه شدن. خواهش میکنم. خانم دکتر عزیزی، آیا آماری دارید که چه تعداد اعدام‌های خیلی ممنونم. بله. یه سوال دیگه هم دارم در مورد اینکه اینو بذاری سخنرانیش رو تموم شد بعد ما وقت سوال جواب میذاریم. من یادداشت میکنم بعد بهشون میرسیم. بله، در آمریکا، در آمریکا وقتی ما بررسی میکنیم abolitionist movements، جنبش هایی رو که بر علیه مجازات اعدام صورت گرفته در آمریکا، در طول تاریخ سه حمله و سه انتقاد اساسی بر این مجازات وارد شده. گروه اول بر این اعتقاد هستند که مجازات اعدام اساساً اشتباهه. در هر شرایطی برای هر جرمی، فردی هستش که قطعای زنجیره‌ای مرتکب شده، سریال کیلره برای جنوساید، در هر شرایطی برای هر جرمی در هر جایی اشتباهه و باید لغو بشه. گروه دوم میگن نه، مشکل مجازات اعدام نیست، مجازات اعدام مجازات خوبیه، مشکل روش اعمال مجازات اعدام، execution method. به عنوان مثال ما بیایم فردی که محکوم به اعدام شده، این فرد رو چگونه میتونیم اعدام کنیم؟ به دار آویختن روش مناسبیه، سنگسار کردن، بریدن سر، lethal injection، تزریق مرگباری که در آمریکا صورت میگیره، صندلی الکتریکی، اتاق گاز. فقط میخوام خواهش کنم فکر کنین در مورد این موارد که میشه با من کدوم انتخاب کرد. انتقاد سوم، انتقاد سومی که بر مجازات اعدام، یعنی گروه سومی که میان بررسی میکنن این مجازات رو، اعتقاد دارن دوباره که مجازات اعدام رو ما میتونیم داشته باشیم در نظام کیفری خودمون، در کشور خودمون، ولی باید اصل تناسب جرم و مجازات ها رو در نظر بگیریم، proportionality doctrine.
باید مجازات اعدام رو محدود کنیم به مهمترین جرایم. سوالی که اینجا مطرح میشه، مهمترین جرایم چه جرایمی هستن؟ در وهله اول شاید دوستان فکر کنیم بله قتل first degree murder در آمریکا، قتل عمدی در ایران میگیم مهمترین جرایم هست. بعضی کشورها اومدن treason خیانت به کشور رو اضافه کردن، اعتقاد دارن که جرم مهمی هست و بعد مستوجب اعدام باشه. و میبینیم که یک نظر واحدی در این مورد خیلی وجود نداره. در آمریکا نمیدونم شما دوستان عزیز اطلاع دارین که برای حدود یک دهه مجازات اعدام لغو شد، تقریبا زمانی که بسیاری از کشورهای پیشرفته و اروپایی داشتن این مجازات رو لغو میکردن، در آمریکا هم آمدند و این مجازات رو لغو کردن. کیسی مطرح شد در دیوان عالی ایالات متحده سوپریم کورت، فرمن ورسس جورجیا در سال 1972، و بر اساس این کیس دیوان عالی آمریکا حکم داد که مجازات اعدام غیر انسانی و ظالمانه است، cruel and unusual punishment، و بر خلاف متمم هشتم قانون اساسی آمریکاست، 8th amendment که شما دوستان باش آشنایی دارید حتما. بعد ما میبینیم که بعد از سال 72 درسته که ما همچین کیسی رو داشتیم، برخی از ایالات در آمریکا اومدن قوانین اعدام خودشون رو بازنویسی کردن. ایالاتی مثل فلوریدا، جورجیا و تگزاس از پیشگامان این ایالات بودن که اومدن و این قوانین رو بازنویسی کردن تا مشکلاتی رو که قوانین قبلی اعدام داشتن رو رفع بکنن. در نتیجه ما میبینیم که در سال 1976 دیدگاه دیوان عالی ایالات متحده در مورد اعدام عوض میشه و بر اساس کیسی به اسم گریگ ورسس جورجیا حکم میده که ایالاتی که قوانین مربوط به اعدام رو بازنویسی کردن اینها قابل تایید هست و اعدام مجازات غیر انسانی نیست. شاید یه سوال برای شما دوستان پیدا بشه که چطور ممکنه در سال 72 ما کیسی داشتیم که میگه غیر انسانیه و در سال 76 دقیقاً یک نظر متفاوت. ولی وقتی ما در کیس فرمن ورسس جورجیا که در سال 1972 داشتیم رو بررسی میکنیم با دقت نظر جاستیس ها رو میخونیم و ریزونینگی که اون دلایلی رو که آوردن برای این رأیشون بررسی میکنیم، میبینیم که بر اساس این کیس مجازات اعدام به خودی خود به ذات خود غیر انسانی و ظالمانه نیست. این کیس بیان میکنه که قوانین اعدام ایالات غیر انسانی و ظالمانه هستن، به همین خاطر اجازه میده به ایالات مختلف که به مرور زمان بعد از چند سال قوانین خودشون رو اصلاح کنن و دوباره مجازات اعدام رو برگردونن. و ما بعد از حدود یک دهه که مجازات اعدام به شکل تعلیق ما داشتیم و معلق شده بود اجرای مجازات اعدام در آمریکا، بالاخره در سال 77 دوباره ما میبینیم که مجازات اعدام برمیگرده و اولین اعدام رو بعد از 10 سال در ایالت یوتا ما داشتیم. در مورد روش‌های اعمال مجازات اعدام و اینکه ما بگیم که مشکل مجازات اعدام نیست، روش اعمال
مجازات اعدامه؟ آیا به زهکار رو سنگسار کنیم، به دار بیاویزیم مثل عربستان سعودی با قطع سر اعدام بکنیم، روش‌های آمریکایی که وجود داره، صندلی الکتریکی، اتاق گاز، تزریق مرگبار لیتال انجکشن که در چند کشور آسیایی هم وجود داره، کدوم یکی از این روش‌ها میتونه انسانی باشه؟ فقط لحظه ای فکر کنید. مطالعات بسیاری صورت گرفته، پژوهشگران زیادی اومدن بررسی کردن که خب حالا میزان درد و رنجی که هر کدوم از این مجازات و هر کدوم از این روش ها بر بدن بزهکار وارد میکنه کدوم کمتره، بیشتره، کدوم روش مجازات هستش که بیشتر شأن انسانی رو زیر سوال میبره و همه اینها بررسی شده. برخی عقیده دارن روشی که در حال حاضر در آمریکا اجرا میشه lethal injection طریق تزریق هست که بزهکاران را اعدام میکنن روش مناسبی هست به نسبت روش های دیگه ای که وجود داره، ولی در آمریکا در حال حاضر 5 متد 5 روش در ایالات مختلف 5 روش اعمال مجازات اعدام هستش که کانستیتیوشنال هست، قانونی هست و در برخی از ایالات وجود داره. در نتیجه ما میبینیم که هنوز در برخی در چند سال پیش در یوتا فردی رو با جوخه آتش تیرباران اعدام کردن. در نتیجه این موارد وجود داره و گروه در مورد گروه سوم من صحبت کردم که میان و میگن که خب مجازات اعدام رو ما نگه داریم ولی محدود بکنیم این مجازات رو به مهمترین جرایم. در آمریکا نمیدونم شما دوستان اطلاع دارین، آیا در آمریکا مجازات اعدام فقط برای مهمترین جرایم first degree murder هست یا برای جرایم دیگه هم وجود داره؟ برای جرایم دیگه وجود نداره. بله خیلی من قتله، اگر کسی کسی رو بکشه برای قاتل هست. بله خیلی من، نه اینکه برای دزدی و یا اینکه سیاسی و ایران در آمریکا در حال حاضر. بله خیلی ممنون، لطف کردید. در حال حاضر وقتی ما در حال حاضر در آمریکا ما فقط برای first degree murder اعمال میکنیم مجازات اعدام رو، ولی وقتی قوانین ایالات مختلف رو بررسی میکنیم در 13 ایالت آمریکا در قوانین کیفریشون برای جرایمی مثل تجاوز به اطفال، آدم ربایی مشدد و جرایم مختلف دیگه، خیانت به کشور، ما میبینیم که اعدام وجود داشته. ولی ما در سال 2008 کیسی داشتیم اسم کندی ورسز لویزیانا که بر اساس این کیس دیوان عالی ایالات متحده تصمیم گرفت که دیگه محدود بکنه مجازات اعدام رو به مهمترین جرایم. ولی متاسفانه در برخی کشورها، در کشور عزیز خودمون ایران و کشورهایی که نظام عدالت کیفری اسلامی دارن، هنوز متاسفانه این کیفر برای جرایم متعددی اعمال میشه. در ایران من یک چارتی تهیه کرده بودم، می‌خواستم به شما دوستان نشون بدم که در چه مواردی طبق قانون مجازات اسلامی ما مجازات اعدام رو داریم که متاسفانه نمیشه نشون داد، ولی خب موارد متعددی هستش که شاید خب شما اطلاع دارین، بالاخره اخبار رو دنبال می‌کنین، جرایمی که جرایم غیر مهم هستن، adultery، زنای محسنه، سادمی، لواط، برای محاربه،
و برای بسیاری از جرایم غیر مهم مجازات اعدام اعمال میشه. شاید فکر کنید که این مسئله فقط محدود به ایرانه یا بعد از انقلاب خب اتفاقاتی که افتاده ما این قوانین رو داشتیم، ولی وقتی ما کشورهایی که نظام عدالت کیفری اسلامی دارن به عنوان مثال عربستان سعودی، پاکستان، بحرین، وقتی قانون کیفری این کشورها رو بررسی میکنیم میبینیم این کشورها هم برای جرایم متعددی مجازات اعدام رو در نظر گرفتن. و سوالی که اینجا مطرح میشه که خب مشکل چی هست؟ چرا در کشورهای اسلامی برای جرایم متعددی مجازات اعدام در نظر گرفته شده و چرا میزان اعدام ها تعداد افرادی که اعدام میشن بالاست در این کشورها؟ ما حدود ما اگر بگیم که کشوری رو کشور مسلمان اسمش رو بگذاریم که جمعیت بالای 50% بیشتر 50% جمعیت اون کشور مسلمان هستن، ما 47 کشور مسلمان داریم. از میان این 47 کشور مسلمان 27 کشور هستن که مجازات اعدام رو اعمال میکنن. خب اینجا این سوال مطرح میشه که پس الان مشکل کجاست؟ چطور اون کشورهای دیگه اسلامی مجازات اعدام رو ندارن؟ جوابی داری شما دوستان؟ خوشم بکتر شدن اونجا قوانین اسلامی اعمال نمیشه. بله خیلی ممنون. وقتی ما کشورهای اسلامی مختلف رو بررسی میکنیم، بعضی از این کشورها نظام کیفری سکولاری دارن، قوانینشون بر اساس شریعه الله و قوانین اسلامی تدوین نشده، یا اینکه کشورهایی هستن که دین اسلام در قانون اساسیشون به عنوان دین رسمی اعلام شده و در برخی موارد مثل حقوق خانوادگی، حقوق مدنی، شریعت کورت، دادگاه‌های اسلامی دارن، ولی باز قانون کیفری، قانون جزای اسلامی ندارن. ولی در کشورهایی که قانون کیفری اسلامی دارن، در همه اونها مجازات اعدام وجود داره. حالا بعضی ها بیشتر اعمال میکنن این مجازات رو و بعضی ها کمتر اعمال میکنن. مسئله که وجود داره در مورد این که چه میشود کرد، باید به دنبال راه حل بود. در آمریکا چه میشود کرد؟ در ایران کشور عزیزمون چه میشود کرد؟ در بسیاری از کشورهای خاورمیانه‌ای، در خاورمیانه تقریبا میشه گفت که اکثریت کشورها هنوز مجازات اعدام رو دارن. دوستان میدونن چه کشوری هستش که مجازات اعدام رو لغو کرده در خاورمیانه؟ اسرائیل. ترکیه رو اگر جزء خاورم. بله جواب شما هم درستن. اسرائیل، بله اسرائیل تنها کشوری هستش که در خاورمیانه که مجازات اعدام رو لغو کرده، ولی دیفکتو ابولیشنیست هست. چرا؟ میتونیم در موردش بحث بکنیم بیشتر در قسمت پرسش و پاسخ، ولی با وجود شرایطی که وجود داره، شرایط بحرانی که وجود داره در منطقه، اسرائیل تونسته که این مجازات رو لغو بکنه. ولی در کشورهای اسلامی، در کشورهای اسلامی ببینیم چه اتفاقی میفته در نظام عدالت کیفرشون، قوانین جرایم و مجازات ها به چه شکل هستن. در نظام های کیفری سکولار در آمریکا وقتی راجع به جرایم و مجازات ها صحبت میکنیم، جرایم جنایی، جنه، خلاف داریم، فلانی، میستیمینر، اینفرکشن. ولی در کشورهای اسلامی وقتی ما میایم بررسی میکنیم در مورد جرایم مجازات ها، نوع طبقه بندی جرایم مجازات هاشون متفاوت هست. حدود، قصاص، دیات،
تعذیرات طبقه بندی هست که اینا از مجازات ها کردن. و مسئله که وجود داره در کشورهای اسلامی اومدن برای در تمام این طبقه بندی ها در یعنی حدود قصاص و تعذیرات جرایم مستوجب اعدام رو در نظر گرفتن. حدود جرایم مجازات هایی که در معموله حدود هستن چه جرایمی هستن؟ به عنوان مثال adultery یا زنای محسنه، لبات، سادمی در معموله حدود هستن، prescribed punishments. و اینها مرجعشون قرآن و سنت tradition حضرت محمد و سنت حضرت محمد هستش که بر این اساس میان. و سوالی که مطرح میشه وقتی جرایم و مجازات ها بر اساس قرآن هستن، سنت پیامبر هستن، وقتی ما بخوایم اینا رو به شکل ماهوی زیر سوال قرار بدیم، وقتی ما بخوایم در مورد لغو سنگسار برای جرم زنای محسنه adultery صحبت کنیم، با مشکل مواجه میشیم. در چارچوب نظام‌های عدالت کیفری اسلامی اینها نمی‌گنجند. بررسی‌های متفاوتی شده در مورد آمار اعدام که وجود داره در کشورهای اسلامی و اومدن دیدن که بیشترین آمار اعدام برای قصاص افرادی که مرتکب قتل عمدی میشن یا جرایم حدود، جرم هایی که در زمره حدود هستن مثل محاربه، لواط و زنا نیست، بیشترین میزان اعدام ها برای جرایم مواد مخدر هست، مربوط به مواد مخدر. و اینها در معموله وقتی اعدام میکنن افراد و برای مواد مخدر در معموله تعذیرات قرار میگیرن در کشورهای اسلامی. تعذیرات چه هستن؟ تعذیرات منبعی در قرآن و سنت پیامبر ندارن بر اساس نظر قانونگذاران معاصر هستن. خب اگر مشکل این هستش که اعدام در قوانین اسلامی در قوانین 1400 سال پیش ذکر شده، چرا این کشورها نمیان و لغو مجازات اعدام رو از جرایم تعذیری شروع نمی کنن؟ افراد بسیاری که در ایران در کشور خودمون برای جرایم مواد مخدر اعدام شدن و میشن و حتی حق تجدید نظر هم، حق استیناف هم ندارن برای اون جرایم. مشکل اینجا چیست؟ مشکل قوانین اسلامی یا شریعه الله هست. من لازمه توضیح بدم که من اصلا هیچ گونه مخالفتی با اسلام و عقاید اسلامی ندارم و الان هم بحث این نیست که اسلام رو مورد سوال قرار بدیم. بحث در مورد شریعه الله، قوانین اسلامی هست که در حال حاضر وجود داره در برخی کشورها. خب بعضی ها در صدد توجیه کردن این قوانین هستن و میگن نه، اگر ما کلاسیکال اسلامیک لا رو مطالعه کنیم، چیزی که در آغاز بوده اون واقعا به عدالت نزدیک بوده و الان اشتباه هست. این مسائلی که به عنوان مثال در ایران اتفاق میفته، در عربستان سعودی اتفاق میفته، ولی فقط ایران و عربستان سعودی نیست، ما میبینیم در تمام کشورهایی که شریعه لا رو اجرا میکنن با همین مشکلات مواجه هستن. خب بس این کلاسیکال اسلامیک لا، اون اسلامیک لایی که به عدالت واقعی نزدیک هست، کجاست که تا به حال اجرا نشده در هیچ کشوری؟ مسئله دیگه ای که وجود داره، وقتی ما آمار رو بررسی میکنیم در کشورهای خاورمیانه
در سالهای اخیر چه کشورهایی بیش از کشورهای دیگه اعدام کردن؟ ببینیم کشورهایی مثل ایران، سوریه، لیبی در خاورمیانه بیشترین جزء کشورهایی بودن که تعداد اعدام در این کشورها زیاد بوده. چرا به نظر شما دوستان چرا اعدام در این کشورها زیاد بوده؟ مسئله ای که وجود داره رابطه ای هستش که بین دیکتاتورشیپ و اعمال مجازات های غیر انسانی و ظالمانه وجود داره. در اروپا، در ایتالیا در دوران موسولینی میزان مجازات های اعدام بیشتر میشه، در دوران هیتلر در آلمان میزان مجازات ها بیشتر میشه و این داستان ادامه داره. حالا ما باید در صدد این باشیم که به دنبال اون قوانین ایدئالی که در شریعت نهفته و تا به حال کشف نشده باشیم و این قوانین رو اصلاح بکنیم، یا به دنبال این باشیم که بعد از تغییر اساسی که در نظام سیاسی اون کشورها ایجاد بشه، در نتیجه اون ما ریفورمی و اصلاحی در نظام عدالت کیفری ببینیم و در نهایت به لغو مجازات اعدام برسیم. ما میتونیم واقعا از کشورهایی که این مجازات رو لغو کردن، اروپا، تمام کشورهای اروپایی به استثنای بلاروس مجازات اعدام رو لغو کردن و فرقی که من میبینم بین کشورهای اروپایی و آمریکا این هستش که آمریکا هنوز این مجازات رو نگاه داشته، به خاطر اینکه با دیدگاه داخلی به این مجازات نگاه میکنه، با دیدگاه حقوق داخلی. مجازات اعدام یک مسئله داخلی، مسئله domestic criminal justice issue میبینه، مسئله‌ای که باید در نظام عدالت کیفری آمریکا حل بشه، در صورتی که چنین نیست. کشورهای اروپایی به نام دموکراسی و آزادی و با در نظر گرفتن موازین حقوق بشر این مجازات رو لغو کردن. خیلی ممنون از توجهتون.